میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east transponder A1 frequency 10721 MHz polarity horizontal symbol rate 22000 FEC 34. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه عرضم به حضور شما که سوم تیر است، 23 ماه جون است، ساعتم 11:10 است به وقت شب، 11:10 شب است به وقت ایران. عرضم به حضور شما که خب سه‌شنبه است، بعد از گذر از برنامه بهداشت عمومی آقای دکتر انصاری نازنی و سپاس از این بزرگوار و همچنین گذر از برنامه ری و روم و بغداد که من واقعاً این برنامه یکی از بهترین برنامه هاست که تو رسانه های فارسی زبان پخش میشه، کار ارزنده از همنشین بهار، این یار نازنین میهن و اطلاعاتی که تو این برنامه هست واقعا کم نظیره. یعنی اینو من با سرس قاطع بهت میگم که خرسندم از اینکه مطالبی در میهن تیوی بیان میشه که شما نمیتونی نمونهش رو در جای دیگه پیدا بکنی، مثل این برنامه ری و روم بغداد همنشین بهار. و بعد سرانجام میرسیم به این گذرگاه و در خدمت آقای سلیمی خواهیم بود. اجازه بده با همین مقدمه عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم با آقای سلیمی، تشکر کنم از همه مهرش به میهن، از همه زحماتی که در این سالها کشیده و مهری که به ما داره و این فرجه رو در اختیار ما قرار میده تا از تجربه و دانشش استفاده کنیم. سلام میکنیم به شما آقای سلیمی. سلام به شما جناب آقای بهبهانی عزیز، سلام و درود به شنوندگان بینندگان ارجمند و خوب شما. من سپاسگزارم از اینکه این امکان رو فراهم کردید در شرایطی که اوضاع اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه ما هر روز ناآرام‌تر میشه، شما انسانهای کارشناسی رو در عرصه‌های گوناگون، زمینه‌های گوناگون در اینجا گرد آوردید. رسانه‌ای که روی پای خودش مستقل ایستاده، واقعا کارشناسانی که در عرصه‌های گوناگون کوشش میکنند که دروغ نگند، به مردم راست رو بگند، با مردم پاک و پاکیزه حرف بزنند، به اون چه که واقعی هست گزارش بکنند. گاهگاه این گزارش ها برهم رقت‌انگیز هست، آزاردهنده هست، ولی در همه عرصه‌ها این کارشناسان رو شما گرد آوردید و ما این فرصت رو استفاده میکنیم تا به هممیهنان من در عرصه‌های گوناگون اون چی که در جامعه جریان داره رو گزارش بکنیم. جامعه ممنون از شما. من یه نکترم به عرض دوستان برسونم و اونه که به علت حضور این عزیزان و این مطلبی که آقای سلیمی اشاره کرد، صداقتی که در گفتار این بزرگان وجود داره، خب میهن تیوی در نقطه خوبی قرار گرفته. من هفته گذشته یک گزارش رو نگاه میکردم از این آمارمون در همین شبکه جی الویز که خب البته ما رو بیشتر توی مستقیم از طریق سایت میهن دنبال میکنن یا توی روکو میرن میگردن پیدا میکنن، چون ما به عنوان اولین شبکه ایرانی هستیم که توی روکو باکس قرار گرفتیم از سعید نازنین و اون پورتال تماشاخانه. باید تشکر کنم که ابتدا ایشون لطف کرد و برنامه میهن تیوی رو روی شبکه روکو قرار داد. روکو یه باکسه، میری از بازار میخری، از 27 دلار شروع میشه تا 100 دلار 150 دلار، ولی یه چیز مثلا میانگینش 40 دلاری کار رو راه میندازه.
من خودم اون باکس 80 دلاریشو خریدم که ریموت و گوشی و اینا داره، ولی اون الانم که روی تلویزیون های جدید که بخری دیگه خودش اصلا روکو روش نصبه، دیگه احتیاج نیست که تو پول بدی باکس رو بخری. تلویزیون های جدیدی که الان هم خیلی هم ارزون شده، اتفاقا میشه خیلی ارزون این تلویزیون های کره‌ای و چینی و اینا رو بخری با قیمت ارزون، روکو هم توش نصبه. اپل تیوی هم اتفاقا تو اینا هست، خب ما تو اپل تیوی هستیم، در روکو هستیم به عنوان شبکه پیشتاز. و همطور که آقای سلیمی اشاره کردن، خرسندم که به عرضت برسونم، مثلا در همین بحثی که امشب میخوام از آقای سلیمی بپرسیم که این قیمت دلار که منفجر شده، شما در هیچ رسانه ای نمیبینی که اینجوری راجب این موضوع صحبت بشه و در حقیقت روند علت چرایی این که چرا دلار بالا میره. و میبینی که کارشناسا میگن رفتن من با عراقی ها حرف زدم، با اون حرف زدم، پولو میارم پایین و میره بالا و با ترامپ اینطوری میشه. ولی تو این برنامه که یه کار اقتصادی است و آقای سلیمی به راستی یه کارشناس دقیق و دل در گروه میهن داره، از همه مهمتر اینه که قلبش برای ایران میتپه، برای ما همیشه توضیح داد که چرا دلار بالا میره و چرا، رغم این که میبینیم که مامورای جمهوری اسلامی، اراذل و اوباشش، اجامر و اوباش و در حقیقت وابستگان و عده‌ای هم جاهل و نادان، میپرسه که خب آقای سلیمی میگه این کار نکن اون کار نکن، پس ما چی کار کنیم؟ من میگم این سوال آدمی نیست که تو جامعه ایران زندگی میکنه، اون مردم درون ایران این سوال رو ندارن، اونا میدونن که چی کار کنن، اینا سوالات انحرافیه. ولی پرسش اساسی رو از آقای سلیمی امروز دوباره در مورد این قیمت دلار که نمیدونم یورو از 20 و چند هزار تومان گذشته و دلار هم از 20 هزار تومان گذر کرد، میگن آقای سلیمی دلار میخواد بشه 60 هزار تومان، چیه داستان؟ واقعا 60 هزار تومان قیمت دلار خواهد شد؟ یعنی هزار برابر اون چیزی که 40 سال پیش بوده؟ چجوریه داستان؟ ببینید جا بهاری، اقتصاد یک دانش گسترده است، در این اقتصاد سیاست اقتصاد هست، تئوری اقتصاد هست، اون چه که به نام پولیتیک و تئوری اقتصاد گفته میشه اینها کلیات رو بررسی میکنه، بعدن اقتصاد خزانه توش هست که بودجه و سیاست های پولی و مالی و حالا به هر حال شاخه های دیگر که اقتصاد سنتی و اینا رو کار نداریم ما. این علم اقتصاد یکی از وظایفش باید این باشه که وقتی که به جامعه داره، کسانی که کارشناس این کار هستند دارن به جامعه نگاه میکنند، نه تنها دانش اقتصادی رو باید بدونند، بلکه باید به هر حال از خود جامعه که جامعه‌ای که دارن روش کار میکنند شناخت داشته باشند، یعنی باید بدونند که این با چه چیزی روبرو هستند، باید اقتصاد رو، ذات اقتصاد رو بشناسند. در ایران شما نمیتونید مسئله دلار رو بررسی بکنید، نوسانات دلار رو که امشب از استیو هنکه صحبت خواهم کرد که او چه توصیه هایی به اینا میکنه، یک اقتصاددان بزرگ هست و در دنیا او کمکایی به رومانی و کشورهای دیگه کرده، همین دیروز با بی بی سی صحبت میکنه، توصیه هایی به اینا میکنه که این توصیه ها به درد کشور ما نمیخوره. ممکنه حالا 4 تا اهل علم اقتصاد یا 4 تا دانشجو برن بشنون، گوش بکنن و یه چیزایی رو یاد بگیرم، ولی در مورد جامعه ما باید جامعه خودمون رو خودمون تحلیل بکنیم و این ترندهای این رو، گرایشهای این رو، تغییرات آینده رو، اینا رو ببینیم و بعد هی نوسان هم نباید کرد. البته علم با کل خشکی و خوشمغزی رابطه نداره، نوسان اونجایی که به هر حال بر مبنای داده ها باشه میشه یک تغییر، اما نوسان کردن یعنی کسی بر اساس مطالعات ضعیف، ناقص، نارسا یک چیزی رو بررسی میکنه، او مدام نوسان میکنه. شما ببینید در همین یک سال و نیم اخیر
که جناب عالی بارها در همینجا پرسش کردید که دلار الان یه ماه پایین اومده، همواره از سوی من ترندهای اون رو، حرکت اون رو، مسائل اصلی و طبیعی اون رو کوشش کردم و بگم و گفتم که ما در واقع به سمت این اقدامات امنیتی، پمپ پول و اینکه بفرض بعدها خودشون گفتن که فلان 28 میلیارد دلار در عرض 15 سال پمپ کردن، همین امروز گفتن ما 40 میلیون دلار پمپ کردیم تا بتونیم در همین حد نگه داریم، همین امروز گفتند. یعنی روزی 65 میلیون دلار پمپ کردن به خاطر اینکه این رو نگه دارند، این میشه اقدامات امنیتی. اما پرسش جناب عالی که این دلار در وضعیتی هست که ادعی میگن که دلار به 63 هزار تومان میرسه، ادعی صحبت از 30 تا 35 هزار تومان تا آخر امسال میکنند، حتی ادعی دیگه الان کورس رو گذاشتن میگن به 100 هزار تومان میرسه. یعنی هر کی فکر میکنه که هر کی بیشتر بگه باز مثلا درسته. یعنی یک کورسی الان همونایی که یک ادعی میگفتن نه اینا کنترل خواهند کرد، یک ادعی الان راه افتادن دیگه پاک یه جور دیگر دارن میگن که عقب نیفتن از این ماجرا. اما بریم به خود مسئله برسیم. ببینید در عرض همین چند روز اخیر دلار از 18 هزار تومان امروز امشب در بازارهای تهران و شهرستانهای ما دلار به قیمت 20,046 تومان 460 تومان رسیده. یعنی قیمت دلار، آخرین قیمت دلار 20,460 تومان هست و خب اویرو هم بالای 23 هزار تومان هست. یعنی شما ببینید چقدر تفاوت قیمت در همین 4 روز اخیر 3 روز اخیر ایجاد شده. و علت این ما بارها گفتیم، کشوری که الان میگن که علتش، خودشونا میگن که علتش به خاطر این تصمیم شورای حکام بوده که یک تغییر سیاسی است و این تغییر سیاسی حالا جا میفته فلان میشه بعد دوباره میاد این پایین، این حرفا رو دارن میزنن. یا تا چند روز پیش وقتی که جهانگیری گفت ما منابع ارزی ما به پایان رسیده، پس از اون همتی سعی کرد حرف او رو به گونه اصلاح بکنه. یا اون علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصاد بیت رهبری است، چشمش هم میبنده، خونسرداره، دروغ میگه، فرد مهمی است علی آقا محمدی رئیس گروه اقتصادی بیت رهبری. خب او با خونسردی میشینه میگه که به قدر کافی بانک مرکزی دلار داره و نمیخواد، فعلا نمیخواد دخالت بکنه، صلاح نیست دخالت بکنه. بعدن وقتی ازش پرسیدن که چرا اینو گفتی، گفت من این قسمت رو نگفتم، من فقط گفتم که ما به قدر کافی بانک مرکزی منابع ارزی داره، ولی اینکه بانک مرکزی نمیخواد دخالت بکنه رو پس گرفت. این جنگ در بین افراد حساس تصمیم گیرنده، از رئیس بانک مرکزی تا مشاور رئیس جمهور تا افرادی که در واقع در بانک ها موقعیت بالا دارن تا مسئول کمیسیون اقتصادی مجلس و کسانی که در واقع تعیین کننده هستن، افرادی که در اتاق هستن، اتاقهای بازرگانی هستن، این بحث ها به طور فعال و گسترده این روزهای اخیر در این هفته های اخیر بوده. و امروز وقتی که دیروز وقتی که رئیس بانک مرکزی رفت پیش عبدالامیر علاوی وزیر دارایی عراق، از او خواسته که پولهای ایران رو آزاد بکنه، او بهش یه گزارشی داده از وضعیت کرونا و بدبختی عراق و مشکلات خود عراق و باز هم بهش قول داده که ما کوشش میکنیم این پولها رو به زودی آزاد کنیم. آمده نیامده ایران به مردم وعده دادن که عراق پولهای منجمد ما رو و تعهدات خودش رو که در سال گذشته نداده قرار بده. حالا اینکه چقدر این دلار در اونجا هست فعلا کسی نمیدونه، اما یه گزارشی هست که خودشون دادند. بر طبق گزارش در 2 سال پیش از این 72 میلیارد دلار صادراتی که در 1.5 سال گذشته از ایران صادرات، ارزش صادرات 45 میلیارد دلار برگشته به بازار نیما و به هر حال به حساب دولت.
و 27 میلیارد دلارش وارد نشده. اینا کاری هم نمیتونن بکنن با صادرکنندگان. یکی میگه اسم این صادرکنندگان رو در فضای علنی اعلام بکنیم. یکی دیگه میگه کارت بازرگانی اینا رو از اینا بگیریم که اینا دوباره نتونن صادر بکنن. عده ای از این صادرکنندگان اومدن اعتراض کردن، گفتن آقا نگید صادرکنندگان به هر حال پول صادرات رو، ارزها رو وارد نمی کنن. ما وارد کردیم. اون کسانی رو که شما شناختید اونا رو اسمشون رو بگید. اینا اون اسم که فعلا نمیتونن بگن، اونا هم افراد برگزیده خود دوستای خود سپاه پاسداران و خود بیت رهبری و اینا هستن، قلدراشون هستن که این 70 و از این 72 میلیارد 27 میلیارد رو ولا کی میتونه؟ حالا یکی از اینا رو ممکنه در یه جایی بگیرن، یه پرونده به هر حال اختلاس و اخلال و غیر زارک در مورد اون بنویسن بیارن بیرون، ولی این 27 میلیارد دلار پول کمی نیست. و میگن اگر این بیاد میتونه چنین و چنان بشه. عده دیگر اومدن گفتن حتی اگر این 27 میلیارد دلار وارد به هر حال بخشی از این وارد بازار نیما بشه، همون جایی که هفته پیش هم گفتم که مردم خواهان این شدن که اون برچیده بشه، وارد کنندگانی که باید تومن میدادند و از پول ارز صادراتی که از ایران رفته این پول اونجا ارز به اینا میدادند، اونها این ارز رو دریافت نمیتونن بکنن. سرنوشت رقتنگیز دارو در این سه ماه اخیر برای دارو طبق مقرراتی که تعیین کرده بودن باید در این سه ماه 500 هزار اویرو پرداخت میکردند و این پول رو در اینها وقتی که اومدن بررسی کردن، ببخشید 500 میلیون اویرو باید پرداخت میکردن. این 500 میلیون رو تا الان 90 میلیون اویرو رو وارد کردن دادند و از این 90 میلیون دلار هم 45 میلیون دلار به پول فرنگی و اروپایی است، بقیه به پول درهمه. پول درهم رو که اینا نمیتونن ببرن توی بازارهای اروپایی دارو وارد بکنن. داروهایی که اومده در بنادر جنوب خوابیده و وارد کنندگان دارو میگن آقا ما نمیخواییم این ارز ترجیحی 4200 تومانی رو، به ما اجازه بدید که ما هم مثل بخشای دیگر واردات دلار گرانتر بگیریم از نیما، بریم با دلار 16000 تومانی که نیما الان دلار 16000 تومانه، چون نیما همیشه بین بازار آزاد و دلار ترجیحیه. وارد کنندگان دارو تقاضاشون اینه، برای اینکه بتونن این مقرره تعیین شده 500 میلیون دلار یا حالا در یک مواردی اویرو رو به دلار و اویرو بگیرن، نه به درهم بگیرند، چون با درهم توی بازارهای اروپایی نمیتونن بخرن. بنابراین اون چنان هرج مرج در بازارهای واردات و عدم وارد شدن پول ارز صادرات و مسئله تولیدات داخلی چنان در هم بر هم هست که تو نه وارد کنندگان، نه تولید کنندگان، نه اون تعهداتی که صادر کنندگان دارن، هیچ کدوم این آقای بهبانی نمیتونن، تحت کنترل نیستن. و بعد میگن که بانک مرکزی دخالت نمی کنه. بانک مرکزی همه کار کرده. بانک مرکزی در این دو سال اخیر که این آقا به جای اون آقا اومد، به جای سیف ولی الله سیف اومد، همه دخالت ها و مداخلات رو کرد. از پمپ پول که روزی 65 میلیون دلار پول پمپ کرد تا بتونه اینو امنیتی کنه، سقف در واقع در هم ریختن این رو یا انفجار این فنر رو پایین نگه داره نذاره این فنر منفجر بشه، همه کار کرد ولی قادر نبوده. چرا؟ چون درآمد ارزی وجود نداره. شما ببینید ما در همین سال واردات ما 42 میلیارد دلار بود، 15 میلیارد دلار هم قاچاقی وارد کردند. یعنی 15 میلیارد و 42 میلیارد وارداتی رو در سال پیش 98 جمع بکنید میرسید به رقم 57 میلیارد دلار. خب صادرات ما فقط 40 میلیارد بود دلار بود. شما اینا ندارن کسری موازنه تراز
تجاری ما کسری تراز تجاری ما، یعنی ما با تفاوت صادرات و واردات از اونجا اون چی که میمونه، چیزی که باید برای واردات پرداخت بکنن بسیار بسیار بالاتر از اون میزان ارزشی هست که برای به هر حال صادرات دارن، صادرات خودشون به کشورهای دیگه دارن. و تازه از این صادرات هم عرض کردم میلیاردها دلار بر نمیگرده. چه کسانی بر نگردندند؟ همین قالیباف ها، همین دزدانی که الان داره اینا رو میگیرن و اینا رو یکی بعد از دیگری، محمود سیف و اون عیسی شریفی، اینها که الان پرونده اینها دست خود زیر دست خود علی خامنه ایست که امشب به اون خواهیم پرداخت، که اینها تازه ماشین چاپ دلار، چاپ اسکناس های خاورمیانی رو هم آورده بودند. همه کار اینا کردند از چاپ اسکناس. این خیلی موضوع جالبیه، این داستان همین معاون قالیباف. امروز رئیسی اومده گفته که نه مردم فکر نکنید که مثلا فساد همه جا هست. نه، همه جا نی، فساد دست خود ما هاست، دست همه نیست. یعنی مردم پاکن، ما دزدیم، این روایت دیگرش این میشه. ولی یه دوستی از من راجب این منصوری که ماجراشو همه میدونن صحبت میکرد، بهش گفتم که شما وقت میخوای راجع به این نظام جمهوری اسلامی حرف بزنی، فوراً تصویر کن همه ی فیلمایی که تو سینما راجع به قاچاقچی ها و دزدا و جنایتکارا دیدی، از الچاپوی مکزیکی و اسکوبار کولومبیایی. ببین اینا واقعاً آدمای بی‌رحمی ان، یعنی اصلا رحم مروت اینا هیچ چی عالیشون نیست. یارو میگه آقا من یه ساعت پیش جانتو نجات دادم، اصلا براش اهمیت نداره، میزنه میکشه. اینا آدم های وحشی هن، آدم های بیمروت هن. همین داستان رو دلم میخواد از زبان شما بشنویم، این داستان که اینا چجوری پول رو تولید میکردن، یعنی پول رو چاپ میکردن و میفرستدن به کشورهای دیگه. یه قدری برامون بگین تا مردم بدونن که واقعا چرا این اقتصاد اینجور پایش لنگه. من با این توضیح حتما به این میپردازم، این ابعاد این رو در ارتباط به خاورمیانه. شما ببینید الان بینندگان، شنوندگان عزیز، دلار به این مرز رسیده، سکه به مرز 8,500,000 550,000 سکه امامی، سکه آزادی هم باز یک کمی کمتره. خب ببینید اون پرسشی که جناب بهبانی شما کردید که این تا چقدر بالا خواهد رفت رو من این رو عرض بکنم. ببینید سبد معاش یا معیشتی که ما میبینیم چقدر در واقع این تورم و نرخ تورم و نگاهی به بازارها، میبینیم که چقدر وضعیت مردم به هر حال کاهش پیدا کرده، قدرت خرید اونها کاهش پیدا کرده. از اون سو تمام اخباری که در مورد نقدینگی کشور بود، که خب علت بالا رفتن نقدینگی اصلا کلا نرخ ارز در یک کشور رو بر مبنای یکی از محاسبه اون همین نرخ تورم هست. اینها نرخ تورم رو هنوز دارن میگن ما 22% نگه میداریم، در حالی که آخرین گزارشی که استیفنکه گزارش کرد که آخرین محاصره اینه که نرخ تورم 49% هست و در عرض همین دو هفته اخیر هم او میگه 7% اضافه شده، افزایش پیدا کرده. او هم اشتباه میکنه، چون برخی از آمار و ارقام او همین به هر حال مجاری هست که کانال هایی هست که به هر حال از طریق همین وضعیت مرکز آمار و اینها بخشن به او گزارش داده میشه، یا دانشجویانی که احتمالاً در محیط علمی با او دارن کار میکنن گزارشاتی بهش میدن. دو اینا هنوز گزارشات او کامل نیست، دقیق نیست، مثل گزارشات صندوق بین المللی پول و یا بانک جهانی که راجع به کاهش رشد اقتصادی آمار نادقیقی ما میگن، در حالی که در خود مجلس اینها وزیر اقتصاد و دارایی صحبت از 16% میکرد کاهش رشد اقتصادی، اونها صحبت از
6 خورده ای 7 خورده ای میکنن. حتی بهترین اقتصاددان هایی که در خارج هستن اوضاع رو نگاه میکنن، گاهن وضعیت سرعت در واقع افزایش تورم در ایران و ارقامی رو که حتی راجع به افزایش نقدینگی در کشور بود، اینها که گفته بودن ما دیگه میتونیم از طریق بورس نقدینگی رو کاهش بدیم، که من در هفته پیش گفتم که در این سال حدود 750 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد شد. یعنی اگه شما بر مبنای نقدینگی و تورم کنونی و یه سری محاسبات دیگر، یعنی در واقع کاهش درآمدهای نفتی و اینکه چشم‌اندازی برای ایران نیست در مورد تحریم ها نگاه بکنید، شما میبینید که ما به سرعت در واقع همین امروز، اگر پارسال دلار به طور متوسط 15,000 تومان بود و الان به سرعت به طرف 20,000 تومان رفته، ما باید تا پایان سال من فکر میکنم که رقم تخمینی نزدیک به تخمین باید حدود 30,000 تا 35,000 تومان باشه. آقای بهبهانی، این که یک سری محاسبات اینا میکنن که در 50 سال اخیر از سال 1350 رو نرخ پایه میگیرند، بعد یک رقمی به دست بیارن و اون رقم رو به توان 50 سال میرسونن، بعد اون ضرب در قیمت دو، اینا محاسباتی هست که به هر حال اقتصاددان ها اونهایی که با اعداد بازی میکنن یک سری روشهایی برای چیز دارن، اونها به رقم 63,000 تومان رسیدند. ولی به نظر میاد که ما بیشتر تا پایان این سال اگر باز هم اتفاقات عجیب غریب نیفته، دلار به سرعت داره بالا میره و تا 9 ماه دیگر قیمت دلار بسیار بسیار بالاتر خواهد رفت، با این تاکید که همواره در هر علمی در هر پیشگویی شما با 3 تا 5% ضریب خطا روبرو هستید. شما دقیق ترین چیزها را بیارید نمیتونید. اینکه اینها به هر حال چگونه از طریق امنیتی کردن در این مدت سعی کردن 1 سال 8 ماه کنترل بکنن، ولی دوباره منفجر شد به همون قیمت 19,000 و 20,000 تومان قبلی رسید، این واقعیت بود که به اینجا خواهد رسید، ولی این تازه رسیده به قیمت 8 ماه پیش. یعنی قیمت 20,000 تومان 9 ماه 10 ماه پیش باید 20,000 تومان میشد و در این شرایط چون حدود 1/3 30% دیگر نقدینگی، حجم نقدینگی اضافه شده در عرض 1 سال و فقر بیشتر شده، تورم بیشتر شده و ما میبینیم سبد معیشت اینقدر در واقع تغییر کرده، حداقل 1/3 از وضع زندگی مردم ما میبینیم که کاهش در سبد معیشتی هست. و اگر به فرض اگر با 100 تومان میتونستن یه چیزی رو خرید بکنن، اون 100 تومان الان ارزش 70 تومان رو داره، 65 تومان رو داره. این کاهش رو باید اینطوری شما در نظر بگیرید، همه این شاخص ها رو اگه شما باید در نظر بگیرید، الان باید همین امروز باید قیمت واقعی دلار 30,000 تومان میبود. آقای بهبهانی، اینا چون اینو سرپوش گذاشتن، فنر اینو سرکوب کردند، اقدامات امنیتی کردن، سبب شدن که این فعلا باز هم 20,000 تومان بمونه. با این تاکید که من به عنوان یه تحلیلگر دارم صحبت میکنم، بارها گفتم که عزیزان از ایران از من به عنوان یک تحلیلگر، نه اینکه من به کسی هیچ توصیه‌ای نخواهم کرد، چون دیدم جناب علی از یک دانشجویی کسانی نامه می‌نویسند می‌خوان، بعد می‌خوان این تحلیل این گزارش در عرض 15 روز یک ماه همینطور بمونه، اون وقت میان یک تصمیمی می‌گیرن در مورد دارایی‌های خودشون. ما تصمیم و اینکه کسانی بیان بر مبنای تحلیل‌های من، چون عوامل متعددی وجود داره که اینها رو عوامل امنیتی میگن، سیاسی میگن، مسائل گوناگون میگن، هر کسی مسئولیت وضعیت زندگی خودش رو داره، ولی به هر حال گران شدن دلار در این فاصله در آینده این واقعی است و این رو به هر حال من به عنوان یک مفسر اقتصادی دارم عرض میکنم. اما در مورد اون اشاره‌ای که جناب علی کردید به اینکه چگونه اینها با نهایت بیرحمی، قساوت، برادر رو، همکار رو، اینا در به اصطلاح رهبران این نظام بودن، 20 سال 30 سال 40 سال کنار هم دیگه بودن، ایده از انقلاب اومده بودن بیرون، همدیگر رو مثل گورکا، من این واژه گورکا رو بارها در عرض این به هر حال ده ها مصاحبه‌ای که با جناب علی داشتم گفتم،
وقتی یه خونی ریخته میشه بقیه میریزن روی سر همون، اونو تکه پاره میکنن. دستور که از علی خامنه‌ای بیاد یکی حذف بشه، اموال او رو و چیز او رو تاراج خواهند کرد، مثل طبری که الان خانه‌هاش رو در فرمانیه به چوب حراج زدن، اموالش رو به هر حال خواهند گرفت، حالا اگه جانش رو ازش نستانند. یا زنجانی که ستاره بختش به هر حال افول کرد، غروب کرد. کسانی که کشتن سلطان سکه، سلطان غیر، اینها به قدری قساوت دارن، چون اینها در یه جایی هستند مثل اون موقعی که در غرق میشه، یکی دستش میگیره میزنه که اون به هر حال از دست اون نجات پیدا بکنه. کسی که در واقع چشمش معرفت نداره، انسان نیست، ذره رحم و ترحم نداره، به اون کسی رو شما میتونید تشبیه کنید که این در حال غرق شدن هست و فقط خودش رو میبینه و حتی فرزند خودش رو هم حاضر نخواد باشه نجات بده، نزدیکان خودشون رو. اینها به جایی رسیدن که اگر الان دارن نزدیکان عیسی شریفی نزدیک 10 سال نزدیک این بابا بوده، این قالیباف بوده، و قالیباف که اون پرونده 69 هزار میلیارد تومانی رو در اونجا داشت، این پرونده رو عمدتاً نقشی که طبری برای لاریجانی ها و شاهرودی و رؤسای قوه قضاییه بازی کرد، اون نقش رو عیسی شریفی برای قالیباف بازی کرد. اونها از طریق این خانواده رو از طریق طبری آوردن، دارن اموالش رو تا آخر میچلونند از برادران لاریجانی، به هر حال خواهند گرفت اون دزدی ها رو. بازیگر دهر این چنین جام لطیف، اینا رو بزرگ کردن، آوردن پول، که البته اینا که جام لطیف نبودن، اینا فاسدین و بهران زشت رویان و زشت خویانی بودن که اینا رو آوردن، پول زیر حساب اینا جمع شده، یک بار زدن اون چی که اینا جمع کرده بودن رو میگیرن بدن تقدیم بیت رهبری. نوبت بعدی کاری که با طبری و لاریجانی کردند، این کار رو به تدریج دارن با قالیباف تو قدرت دارن باش میکنن و خواهند کرد. این کار رو جاوای بهبانی مجبورند و خواهند کرد، با بیت رهبری شروع خواهند کرد. بیت رهبری، افرادی از بیت رهبری الان باید بیان به تدریج. پس از اینکه اینها را تخلیه کردند و زدن و بردند، علی خامنه‌ای به روزی میرسه که برای نجات خودش مثل صدام، مثل به هر حال اون یکی، که اینها هم به لوله ها پناه خواهند برد، به گودال و به سیاه چال و اینا، قبل از اینکه به گودال و به اون چاله ها پناه ببرند، مجبورند. این مجبوره مثل نادرشاه فرزند خودش رو کور بکنه، این مجبوره این کار رو با دوروبری های الان، اینا دوروبری های مشتبه هستند عده ای از اینها. چیزی نمونده که اینها به اونا هم دارن میرسند، زیاد فاصله نمونده، این بهمن به سرعت داره پایین میاد. من به عنوان یک مفسر اقتصادی دارم میبینم که وضعیت اقتصادی، این آقای محمد مهدوی فر در زندان، فکر کنم در زندان مشهد باشه، الان یه حرف بسیار زیبایی گفته همین دیروز امروز، که از قول من بگویید این دیگه آبان 98 نیست، امروز طغیانی که در راه هست یک سیل بنیانکنی خواهد شد که اصلا آبان نمیدونم 98 و ده 96 هیچی نیست در کنار، در مقابل این بهمن و طغیانی که راه افتاده. واقعا این زندانی سیاسی خوب دیده، از درون زندان، زندانهای رژیم میشه خوب حس کرد که چه چیزی واقعا در جامعه ما جریان داره. آقای بهبانی، قضیه داره میرسه به نزدیکان اینا. ببینید اینا نه تنها همه این فساد رو کردند، اینها وقتی که میگیم به عنوان استعمار رو به اصطلاح موشک آوردند، چیز اتمی خودشون رو، تسلیحات اتمی رو میخواستن بسازن، نقش شوروی دههای 70 و 80 و 60 و 50 رو داشتن بازی میکردن که مستعمره پروری بکنن. اینها ماشین چاپ داشتن، کاری که رفسنجانی در زمان انقلاب کرده بود، در زیرزمین بانک مرکزی دلار چاپ میکرد رفسنجانی. بعدها اومدن دیدن که ایران میلیون ها، اون موقع میلیون ها، شاید ده ها و صد ها میلیون دلار پول دلار چاپ کرده بود، که بعد سیستم دلار رو عوض کردن. امروز دلار نمیتونن چاپ بکنن، اورو نمیتونن چاپ بکنن به احتمال قوی، ولی درهم و پول پاکستان و پول افغانستان و پول دبی و
امارات و پور عراق رو راحت چاپ کردند اینا. و دستگاه چاپ رو این محمود سیف همراه با اون پرونده محمود سیف و شریفی، یکی از جرم‌ها اینها دستگاه چاپ پوله. این که آیا اینها از طرف خودشون پول ایران رو هم چاپ کردند یا نه، این میشه یک دعوایی که در واقع بین بانک مرکزی و جناح‌های فاسدی که اونجا بودند، که شاید من فکر میکنم حتی اینا چاپ پول ایران رو هم، یعنی تومان و ریال رو هم توی زیرزمین‌هاشون چاپ کردند. این بحرانی که ما میبینیم در سیستم بانکی هست، شما ببینید اینها فقط کسی که نخست وزیر یک کشور همسایه رو میکشه، سعد حریری رو، خب این نمیره پول اون کشور رو چاپ بکنه بده کیف کیف حسن نصرالله و نمیدونم اون یکی و اون یکی و اینا ببرن اونجا خرج بکنن؟ قطعا میکنند. اینها این پولها رو وقتی که قاسم سلیمانی میرفت عراق با هواپیماهای مسافربری 200-300 نفر، یعنی جان آدمی گوشتی بود که این پشت اون سنگر بگرفت که اینها این هواپیما رو تهدید میکنن نزنن، که این هواپیما بره بشینه. وقتی که میگه 7 تن بار داشته، چقدر از این سکه بود با خودش برده بود؟ اسکناس بود، منظورم پول بود، با خودش برده بود. خب اینها ناآرام کردن، اینا سوریه رو به لحاظ ارز و پول ناآرام کردن، لبنان رو، بانک مرکزی لبنان ما دیدیم چه وضعیتی در اونجا بود. همین هفته های پیش بانک مرکزی در بحران بود. اون یارو رئیس بانک مرکزی 20 خورده ای سال هست رئیس بانک مرکزی لبنانه. خب این دست های فاسدند که اونها رو یهو میبینی برای اونها صدها میلیون پول اونها رو چاپ میکنند. اینا از کجا میدونن که کی داره چگونه توی بازارهای مالی اینا دخالت میکنه؟ این رژیم غسیل قلب ترین، فاسد ترین مافیا، هفته پیشم گفتم مافیا قدرتی نداشت که در مقابل یک دولتی که در واقع ترور سازمان یافته رو در یک کشوری به پهناوی ایران با این دیوان سالاری قوی در یک کشور اینچنینی این راه انداخته و از شاخ آفریقا تا کشورهای خاورمیانه تا بازارهای این سستی که اروپایی ها نسبت به این نشان دادند تا بازارهای اروپایی تا آمریکای لاتین، همه جا اینها دزدی کردن، غلدری کردن، اسلحه بردن آوردن. هنوز میان توی هلند، میان صادق زرزار و عضو حزب دموکرات خارزاده آیش قاسمرو رو میزنن، میخوان اونجا اینو بکشن. اینا اینقدر گستاخ و غلدری کردن توی این سالها. خب برای اینا رحم و مروت و انصاف و هر چی از مرز گذشته. و این قضیه پول به هر حال جزئی از سیاست‌های اقتصادی و مالی اینها بود که امروز ولی داره این بنای اینها فاسد، بنای فاسد پوسیده اینها داره فرو می‌ریزه و این بنا داره روی سر خود اینها فرو می‌ریزه. آقای بهبهانی صدایتون رو ندارم جناب بهبهانی. ممنون. این ماجرایی که امروز اعلام کرده که برید تخلفات ارزی رو از بانک مرکزی، روحانی میگه بری به پرس متخلف، یعنی مقصودش چیه؟ کی رو باید بگیرن حالا؟ تخلفات ارزی تخلفات گوناگونی هست. قطعا او راجب رئیس بانک مرکزی صحبت نمی کنه. این که در گذشته ولی الله سیف الان میگن اون هم در حبسه، میگن که او به هر حال بچه‌های او که در استرالیا هستن، او فرزندان خودش رو خارج کرد، ولی مثل اینکه او خودش رو ممنوع الخروج کرده بودن. ولی ولی الله سیف دست خود این آقای جهانگیری بود. اگر تخلفاتی وجود داره، تخلفات رو خود دولت و بانک مرکزی با هم دیگر کردند. ولی اینکه قوه قضاییه کل سیستم ارزی، سیاست های ارزی اینها رو قوه قضاییه چه در زمان لاریجانی و چه در زمان رئیسی، اینها این سیستم رو به هر حال تحت تعقیب دارند که این بخشی از این اخلال و فساد. و خاطرتون باشه که ما پارسال هم راجب چندین بار راجب اون پرونده ای که اینها دولت دخالت میکرد،
پول رو بالا برده بود به ظاهر. این پرونده رو اینها آورده بودن، داشتن بررسی میکردن که بعضی از مقام های درجه دو سه چند تا جوان رو گرفتند و گفتن که اینا این پول رو وارد بازار میکردن و فاصله بین پول بازارهای، یعنی تفاوتهای آربیتراژی رو، فاصله پول در بازارهای منطقه رو و ایران رو و داخل کشور رو، اینا این پول رو به جیب بیزدند. این بخشی از تخلفات اینا بود که در اون دوره، ولی اینکه پشت پرده باز هم چه پولهایی جابجا شده، این رو به هر حال هر چی هست زیر دست خود رئیس جمهور هست آقای بهبهانی. یعنی تمامی پرونده در وضعیت بانک مرکزی، اگر بیت رهبری سفارشاتی رو بده، سپاه پاسداران اگر سفارشایی رو به این آقا بکنه، به هر حال از مجرای، درسته که اونها اون حد عقلا رو با سپاه پاسداران و غیر ذالک تنظیم میکنن، ولی باز هم زیر نظر خود همین روحانی هست. الان میگن که برادر روحانی اینها عاملی بودند که به خاطر ارز ترجیحی این آمار و ارقام رو دارن میگن. 100,000 میلیارد تومان در عرض مدت کوتاهی رفته و گم شده. 100,000 میلیارد تومان، یعنی فاصله ارز ترجیحی و ارز در واقع نیمایی. خب اینها پرونده هایی است که حتما سرنخه را اینا دارند، ولی اینکه منتظرن که باز با روحانی در چه بازی با او دیل بکنن، او از چی بگذره، این از چی بگذره، اینها تا میزانی که تصور داریم ما پرونده فساد وجود داره. آقای بهبهانی، به میزانی که ما تصور میکنیم دزدی، یعنی این رقم ها در مخیله ما نمی گنجه واقعا. مسائلی پرونده ها اینا دارن که همینجور مثل اون نخ لباس چارلی چاپلین هی میکشن، این هی داره باز میشه. همینجور دزدی پشت دزدی. حالا این دزدی های کوچک رو اصلا اینا نمیگن در سطح استان و شهرستان و فلان اینا. این دزدی های بزرگ اینها، یه قلمش در این سنگ فولاد بود، سنگ آهن بود. سنگ آهن رو تولیداتش رو با دلار ترجیحی کردند، دلار ترجیحی کردند، و کسانی که در صادرات سنگ آهن بودند با قیمت ارزان این رو تولید میکردند. صادرات و ماجراهای دیگرش رو، حتی مسائلی که در داخل کشور بود، عوارض و غیر ذالک رو، مسائلی رو به پول دلار آزاد میدادند. یعنی همه چیز رو سوبسیدی میگرفتند، ولی در موقع فروش اینها رو به قیمت دلار نیمایی یا آزاد میفروختند. این خب کی این دست داره در این کار؟ کی دست داره؟ غیر سپاه پاسداران کسی هست که اینها جرأت بکنن؟ وقتی که میان میگن که سپاه پاسداران 400,000 میلیارد تومان طلبکار از دولت، آخه سپاه پاسداران کی هست که بیش از 400,000 میلیارد تومان به اندازه بودجه یک سال، بودجه های سنواتی ما 400,000 میلیارد تومان هست سکانس بودجه. وقتی آخه این پول کجا رفته؟ چطور سپاه که نیروی نظامی کشوره اینقدر طلبکار از دولت، بانک های سپاه، خود سپاه؟ خب اصلا کدوم دولت این تعهد رو چطور بخوان بدن اینا؟ یعنی دولت رو فروختند، قوه مجریه فروخته شده به قوه قهریه و نظام سازمان نظامی کشور. آقای بهبهانی، این پدیده عجیب غریبی است که ارتش کشور قوه مجریه کشور رو خریده باشه. حالا شما بیا از استیف هنکه بپرس که آقا شما چطور میخوای دلار رو کنترل بکنی؟ اونم به اینا میگه من در سال 97 به رومانیایی ها گفتم سیستم پول شما رو به طلا وصل کنید. به اینا توصیه میکنه که به مجلس ایران، به قالیباف توصیه کرده استیف هنکه که شما برید طلا بگیرید، جمع بکنید و این رو وصل بکنید به طلا. پایه پولی و پشتواره پول شما رو تولید ناخالص داخلی، تولید ملی نکنید، یا درآمدهای ارزی و فلان و بسار و اینا به دلار و یورو وصل نکنید. پشتوانه پول شما رو به ذخایر ارزیتون وصل نکنید، بلکه طلا بخرید، جمع بکنید و اینا به طلا وصل کنید. اون
احمقها هم میرن توی مجلس. گفتم که استیفن که به ما یه کتاب نوشته توصیه کرده، حالا چقدر حق حساب به اون دارم میدن؟ اون میبینه که ببر ببره بخور بخوره، اونم یک توصیه به اینا کرده، حالا مثل دو پروفسور فلانجا که به هر حال پزشک شارلاتانیزم اقتصادی ما پیدا کردیم که دست در دزدی ها اینا داشته، الان هم اقتصاددان های دزد پیدا شدن که حالا خارجی و داخلی که به اینا توصیه میکنن اینا برن سیستم پولی خودشون رو از سال 1940 که سیستم طلا پشتوانه در واقع ارزهای کشورها بوده، از سال 1970 حدود چند سال میشه الان، حدود 50 ساله که این جریان وجود نداره که طلا در واقع پشتوانه پول کشور بشه. او داره به اینا توصیه میکنه شما میتونید خودتون رو نجات بدید با این سیستم که این کرنسی بورد، این بتونه شما را یعنی دیامانت و طلا و غیر ذلک بخرید و این انبار کنید و پول رو وصل کنید به این سیستم. خب این توصیه ها توصیه های اقتصاددان های هستن که اصلا کشور ما رو نمیشناسند. اینا شارلاتانیزمی هست که اینها دارند. یعنی این رو یک دم فردا دو تا اقتصاددان پیدا میشه میگه استیف هنکه گفته، اقتصاددان ها آمریکایی، که ما میتونیم راه نجات ما اینه. حالا یه مدتی میدونن دنبال راه نجات که الان ببرن ونزوئلا بنزین ببرن طلا بگیرن، فلانجا طلا بگیرن، طلاهای کهنه مردم رو گرفتن طلا رو آب میکنن و این طلای آب شده مردم یکی دارن الان میخرن انبار بکنند. بعد میان برای ما تاریخ 2000 ساله مینویسن که مردم 2000 سال ایرانیان طلا رو دوست دارن، یهو همه چی میشه برنامه این که طلا جمع بکنند. خب اینها مردم رو دنبال نخود سیاه فرستادن هست، بحثای مجلس رو منحرف کردن هست و مسائل دیگر. به هر حال دلار و یورو و این ماجرای دزدی ها، اختلاس ها و فرو ریختن در واقع سیستم پولی، مالی، بانکی کشورهای منطقه، همه زیر همین جرثومه فساد و دزدی است. آقای بهانی، من بارها راجع به این موضوع گفتم اینجا که مثلا 88 چه اتفاقی افتاد تو مملکت، یکی از موضوعات این بودش که اینا در ابتدا اومدن رفتن روز اولی که انقلاب شد و فلان شد و اینا، اومدن رفتن مثلا همین خرازی و خاتمی و این داستانا، اومدن رفتن کانون پرورشی رو گرفتن، فکر کردن از اونجا میتونن. بعد خاتمی رو گذاشتن کیهان و در همون دوران این علیه نمیدونم لیبرال ها دزدن، آمریکایی ها خائنه، اینا چقدر مطلب نوشت علیه بازرگان و دار دستش. بعد یه جریانی رو انداختن به نام ستاد تبلیغات اسلامی، ستاد تبلیغات اسلامی، ستاد جنگ. بعد تو اون تشکیلات شروع کردن کار کردن، از همون اندیشه هایی که تو کانون وجود داشت، کانون پرورشی، اونا رو آوردن اسلامیش کردن. همین زنه که امروز شده قهرمانشون، قهرمان یه دی، زن میرحسه، خب این خانمه یک خانم مدروز و ژگولو و منیژوپوش و اینا بود، ناگهان یاته به رفت و گونی و اسلامی شد. تو همون دوران انقلاب و انقلاب فرهنگی و پس از باز شدن دانشگاه ها، این اومد گفتش که ما بایستی که راجب هنر اسلام حرف بزنیم. خب بچه ها گفتن ریفرنس چیه؟ کتابی که باید بریم راجب این بخونیم بیایم؟ خب استاد باید تعیین کنه، بگه آه فلان کتاب ها رو میتونید برید بخونید. گو ما نداریم، خودتون باید بریم بنویسین. شما نگاه بکن که دانشجو رو بهش میگه کتاب ریفرنس رو خودت برو بنویس، کتاب مرجع که باید بره درس بخونه امتحان بده بهش میگه خودت برو بنویس. این ستاد، ستاد تبلیغات و جنگ و فلان و اینا، در دوره بعد از جنگ و رفسنجانی و دزدی‌ها که آقا شو اینا رها کردن رفتن،
شکلشو بردن بیرون کشور و از همون موقع ها شروع کردن به رسانه های بیرون کشوری رو تقویت کردن به زبان های اسپانیایی، عربی، اردو، انگلیسی، پرستیوی، اینایی که شما میدونید، و اون تشکیلات داخله رو رها کردن. در 88 یهو بیدار شدن، چه اشتباهی کردن، اومدن رفتن رسانه های فارسی رو هم درست کردن و تقویت کردن. این گره اقتصاد باعث شده که پول نداره که بده بابتش همین رسانه ها رو نگه داره. امروز جنجالی به پا شده تو مجلس که آقا ما ریشه های فرهنگیمون رو داریم از دست میدیم و اینا. این خب نشون میده که اینا واقعا پول ندارن، کاملا مشهوده که پول ندارن. این ما رو به کدام سمت و سوم میبره؟ همه اینا رو گفتم که همینو بپرسم، به کدام سمت داره میره؟ از اونجایی که جناب عالی در فضای رسانه‌ای نگاه دقیق دارید شما، من به هر حال ظرافت مسئله رو جناب عالی خودتون بیان کردید که اینا چرا به این طرف رفتند، چه نیازی بود، چطور به این سمت کشیده شدند که به قول خودشون تمدن اسلامی رو بیان ببرند و توضیح بدند و اینا. یک گزاری به یک اشاره بکنم، برگردم به هر حال اصل قضیه. این جریاناتی که در ایران قبل از انقلاب بود که بعدها این فاجعه همین اسلامیان رو برای ما آورد، که به هر حال بعدها در نگاه فیلسوفی که من خودم هم یک مدتی آثارش رو دقت می‌کردم، می‌خوندم، داریوش شایگان که برای ما بعدن تئوری تمدن سگانه رو درست کرده بودن که روشنگری، رنسانس، شیعه، فرهنگ شیعی، تمدن شیعی و اسلامی، و بعد هم به هر حال ایران شهری، ایران باستان، نظریه تمدن خود ایران، ایرانیگرایی، این سبودی رو که برای ما، یعنی فلسفه رو هم برای ما ریخته بودند. خب به هر حال آیشایان یک فیلسوف بود، فیلسوفی که در دوران خودش بعدها میره شاگرد فردید، بعد میره توی ایران میشینه، سالها با اینها همراه بود، سالهایی به هر حال در بنیاد پهلوی با خانم فرای دیبا بود، شهبانی ایران بود در اون زمان، کنار او هم قرار داشت. بعدها یک شخصی بود برای خودش در فرانسه کار میکرد و اینا، ولی وقتی پای اینها میرسید به ایران میشدن تئوریسین های تمدن سگانه برای ما، تمدنی که یک قطبش باعث 41 سال فاجعه و بدبختی و فساد که بعد دست بی بی سی ها افتاد، که بعد رئیس امای سیکس اینها و کسان و بالا اینها در اونجا فساد و زن و همه جور مواد و همه چی رو برای ما آوردن. یعنی بخشی از فرهنگ رو گفتن این فرهنگ جدایی ناپذیر شماست و این تبلیغات رو بردن. حتی در فلاسفه هم اینها رسوخ کرده بودن. آقای بهبهانی عزیز، خب طبیعی است کشوری که در فلسفه اون هم میاند اینها رو میبرند، در پروپاگاندای تلویزیون و غیر و ذالک و اینها هم بردن، سالها بردن. امروز گزارش میکنن، میگن که الکوثر و سحر و اردو و پرستیوی و همه اینها دیگه بودجه ندارند و حسین واویلا را انداختن که ما دیگه مبانی فکری ما دیگه قابل ترویج نیست، دیگه نمیتونن. در این 5 سال اخیر 75% از فعالین اینا، قلم به مستای اینها کاهش پیدا کرده. میدونیم صدای آمریکا را که دارن اونجوری گرفتن، تغییرات رو به تدریج در بی بی سی هم داریم میبینیم. دولت کریمه بریتانیا به هر حال داره سیاست تبلیغاتی خودش رو عوض میکنه. من میدونم به زودی به هر حال دنبال براندازان میرن، نوعی از براندازان رو خواهند برد اونجا، به ساعت اونهایی که در اونجا بودن جمع خواهد شد. به هر حال بی بی سی وضعیتش عوض خواهد شد، دویچه وله وضعیتش داره عوض میشه، باید جمع بکنن، باید یک عده از اینایی رو که من مخالف اشخاص نیستم، ولی دوران یک سری از مفسران و مبلغان و کارمندان و کارگزاران و اونهایی که از این رژیم حمایت میکردن، یا اینا رو میگن آقا سر کش کنید به طرف دیگر، از تبلیغ و تحریف و فلان این رژیم برگردونید، یا اینکه بخشی از اونا رو عوض خواهند کرد، چون که اونا اصلا از نظر ذهنی قادر نباشن این خط رو پیش ببرن. اما دارن میبندن، نه تنها
بودجه دیگه ندارن جناب آقای بهبهانی. 75% کاهش پیدا کرده در این چند سال اخیر مفسران و مبلغان اینها، بلکه صدا و سیما هم 5 ماهه که بودجه نیست به اینها و صدای اعتراض کارمندان صدا و سیما هم در اومد. این آخرین چیزه. شما ما مواجه خواهیم بود با کارمندان صدا و سیما، فرار بیشتر خبرنگاران داخلی و بیرون آمدن اونها و فروپاشی. این بنا باید فرو بپاشه. زمان فروپاشی اینها رسیده. کشوری که از 2 میلیون خورده نفت به 70,000 بشکه رسیده، کشوری که درآمد ارزیش زیر 5 میلیارد میگن برآورد میشه از فروش نفت، به صادرات غیر نفتیش هم که ما میدونیم چه وضعی هست در اینجا صحبت کردیم. خب این کشور باید یکی یکی بزنه. حالا الان دیگه حساس هم شدند، با پولهایی که از ایران رد و بدل میشه به شدت حساسند که اینها چه چیزایی رو میارن توی بازار. یعنی فشار، چون پولشویی ها در واقع زیر فشار رفته، از این نظر هم ما پرونده ها رو خواهیم دید. پرونده هایی نه تنها کنترل سیستم پولشویی ها اینها زیر ضرب رفته، بلکه مسائل دیگری رو هم به هر حال در چیز هست که جلوشون رو بگیرند. واقعیت اینه که این کامیون هایی که می اومدند، جعل اسکناسی که در این مدت ها صورت می گرفته که ما می شنیدیم، اینا نه تنها مواد مخدر و چیزهای دیگر می آوردن، قاچاقهای دیگر می آوردن، بلکه اینا پول جعلی هم این ور اونور جابجا کردن در تمام این سالها. این پول ها و اون پولشویی ها و اون مواد مخدر و اون قاچاقهای دیگر، دیگه ایران این رژیم قادر نیست. وقتی که حزب الله اینا رو 1000 و خورده نفر رو در همین آلمان لبنانی حزب اللهی رو دنبال میکنن و میگیرن و فلان میکنن در هلند و جاهای دیگر، این نشان میده که جامعه مصطفی و اینها و نمیدونم آخوندهای در واقع غم زیر عبای اینها و یا در کشورهایی که اسلحه گرم میتونن جابجا بکنن مسلح اینها و اینها، دیگه پایان در واقع حکومت اینهاست و قادر نیستن این فضای رسانه‌ای رو ادامه بدن. و من اینجا میخوام یک کلمه ای رو بگم، شرم به اونهایی که در این سالها میگفتند که این رژیم قادر متعال همه کار خواهد کرد. علی خامنه‌ای شب شعر داشت برای اینها. اینها میشستن اونجا یک خلسه‌ای بودند. او هم شاعر بود، هم فیلسوف بود، هم رهبر نظامی بود، بارها گفتیم، هم اقتصاددان بود، همه بود. امروز بحث اینه که گازوئیل هم سبرابر بشه. تا الان 2 بار اومدن تکذیب کردن، گفتن نه گازوئیل سبرابر نخواهد شد، ولی همه چیز نشان میده اینا الان روزانه 70 این 1/3 از 105 میلیون لیتر به 70 میلیون لیتر رسیده مصرف بنزین ایران. خب اون بنزینایی رو که اونطوری داشتن بردن به ونزوئلا آقای بهبهانی، و اون ماجراهایی توی ونزوئلا امشب اون رو توضیح خواهیم داد. پول و طلایی که از اون کشوری که خودش حدود 120 میلیارد دلار بدهکاره، اونها میخوان از اونجا برن طلا و پول بیارن بیرون. ببینید اینا به قول مردم به پشه هم افسار میزنند اینها و از پشه کار میگیرند اینها، حتی اونجا رو هم دل نمی کنند. خب این شرایطی است که دیگه کفگیرها اینا به ته دیگ خورده، دیگه قادر نیستند از لحاظ مالی تامین بکنن این پروپاگاند منطقی و جهانیشونو. خب ببین، گفت با مادر خود زنا کند با دیگری چه ها کند، وقتی این پول رو نمیتونه برای این کار اصلی خودش خرج کنه، ببینید وقت به مردم چه فشاری خواهد اومد. شما اشاره کردی به ماجرای دارو و اینکه وضعیت دارو در ایران به چه شکله. این اصلا ربطی به ماجرای تحریم نداره. اینا به دروغ این داستانا رو مطرح میکنه. اینا یکی از مشکلاتشون اینه که اون رئیس مرکز عزا و دارو اینا در ایران و
مؤسسه ای که مثل همین FDA در آمریکا در اونجا رسیدگی میکنه، اون الان سال هاست که مسئول نداره، هیچ کس رئیس نداره اون اداره. و به هر حال کسایی که بایستی که نسبت به ورود دارو نظر بده این اداره است، اداره ای که رئیس نداره دیگه اداره نیست. و مهمتر اینه که بازم میگم اصلا منهای موضوع تحریم که ربطی به دارو نداره، بیکفایتی و بیلیاقتی این مدیرانه که این وضعیت رو به وجود آورده. شما اشاره کردی به اینکه اینا درخواست کردن که خودشون قبول کنن، نه خودشون قبول نمی کنن. دوست مشترک بنده و جنابالی برای من تعریف کرد که رفتن که دارو وارد کنن و خب همه کارا انجام شده، لحظه آخری که میخوان پول رو واریز کنن رفتن بانک بهشون گفته که خب یه کاغذ بهشون داده برابر به 140,000 یورو، اینا گفتن آقا این قیمت این چیزی که ما خریدیم بر اساس این فاکتوری که کارخونه به ما در اختیار ما گذاشته 165,000 تاست. اونا گفتن که ما 140 تا بیشتر پول نداریم. اینا گفتن خب اب نداره، ما میریم اونو پولشو میدیم خودمون میخریم. گفتن خب نه، بایستی که نمیتونی که ریال بدی که دلار بگیری. گفتن نه، میریم بازار دلار میخریم، یورو میخریم، یورو رو میاریم تحویل بانک میدیم، شما اضافه کن، ما حاضریم از جیبمون دوباره این تفاوت 20,000 تا 20,000 یورو رو از جیبمون بذاریم. گفته که نه، اینم خلاف قانونه. یعنی اصلا یک کاری رو خودشون انجام دادن که شرایط رو به اینجا رسیدن. حالا این اقتصاددانی رو که شما ازش نام میبری که BBC مرتب میاره به عنوان اقتصاددان، خب اون اقتصاددان بر اساس دانشی که داره حرف میزنه، ولی این نظامی است که اصلا دانش درش کار نمیکنه. هر کسی یه تصمیم میگیره بر اساس اون تصمیم باید عمل کنه. اصلا مهم نیست که این مغایره با تصمیمات پیشینه، مغایره با اون یکیه، اصلا شدنی نیست. این میگه باید داری انجام بدی. طرحهایی رو مثلا میارم میگه آقا این طرح باید انجام بشه، اینقدر خرج داره، شما برو انجام بده. اون که میخواد این کار رو انجام بده بهشون توضیح میده که این شدنی نیست. اون میگه میدونم که شدنی نیست، ولی شما برو چیکار داری؟ شما پولتو میگیری این کار رو انجام بده. یعنی وضعیت یه چنین شرایطیست. باز هم میپرسم که تکلیف مردم این وسط چیه واقعا؟ یعنی اون آدمی که میپرسه از شما که آقا بالاخره من چیکار کنم، این وضع دلار به کجا میرسه، آیا واقعا 60,000 تومن میشه، آیا دلار رو میتونن اینا برگردونن بکنن 8,000 تومن 1,000؟ شما نیا کنید ببینید که این دلار 10 سال پیش قیمتش چند بود تو مملکت؟ 1,000 تومن. 1,000 تومن سال 88. 20 برابر شده الان. بله. و چرا؟ بفهمید ببینیم چرا اینطوری شده. بله. ببینید آقای بهبهانی، من یه توضیح میخوام بدم. این توضیح رو میخوام حتی اگر آقای، چون میبینم مراجعه به حرفای اشخاصی که زحمت میکشن ارزشمندن، ما باید به هم دیگه احترام بذاریم و من واقعا به خبرنگاران آزاد فوق العاده احترام میذارم، به جناب آقای مجتبی واحدی که این همه کوشش میکنه، امیدوارم صدای منو بشنوه، اون آقای مهدی مهدوی آزاد هست، اینها زحمت میکشن، کار میکنن، خودشون برای خودشون رسانه ای هستن، اما گاهن نکاتی رو اشکالم نداره، خیلی هم کوشش میکنن از برحال علوم مختلف، از جامعه شناس، ایشون مهندس هست، از جامعه شناس جامعه شناسی یاد گرفته، یک کادر فعال حکومتی بوده، کنار آقای برحال کروبی بوده، کار عظیمی هم میکنه و مدام هم مراجعه کننده داره. ولی ببینید گاهی اوقات از حرفهای ما از این مفسران میشنویم که به هر حال در زمینه های کارشناسانه نیست. مثلا چندی پیش همه اونا اومده بودن میگفتن که خب کرونا که اینطوره، رویترز گفته 10 سال پیش که علی خامنه‌ای 93 میلیارد دلار داره، چرا این پولو نمیاره بده؟ من بارها سعی کردم به اینا بگم که آقا دارایی ثابت یا یک هولدینگ
یا یک طلب، اینها حتی اگر پول تومان هم باشه، ارز درهم و نمیدونم پاکستان و روپیه و یوان چین هم باشه توی ایران انبار شده باشه، تا مادامی که دلار و یورو نباشه ارزشی نداره، ارزشی نداره. پول علی خامنه‌ای آدم گاهی خود 10 تا خونه داره، ولی دارایی میاد خفت آدم میگیره، میگه تو باید به فرض 5 میلیون چیز بدی، باید مالیات بدی. این تا اون بره خانهش و ملکش و اینا رو بفروشه، دارایی میتونه حساب‌ها اینو ببنده این شرکت رو، و این شرکت میتونه حقوق کارمندای خودش رو نده. روی پول نشسته، روی ملک نشسته. بانک ها هم به دلایلی، ممکنه به دلایلی حالا تا بیان بهش وام بدن ندن، یا احساس میکنن که باید این گزارش مالی بده، تا گزارش مالی داده نشه به ادارات دارایی، اونها حتی بانک ها هم وام نمیدن. پس بنابراین ملک و خانو اینا برای یک کسی پول نمیشه، برای بیبی تونبان نمیشه. علی خامنه ای مال دارایی فلان و چنین و چنان داره، 93 میلیارد دلار پول داره، پول نقد نیست. این پولای نقد اینها در بانک انگلیسی و بانک آمریکایی و بانک سوئیسی و بانک کره جنوبی و توی چین اینها بلوک شده است. اینا پول اینا نیستند. به همین دلیل که میره منت خواهش میکنه از علاوی وزیر دارایی عراق که این پول بخشیشو بهش بده. در ایران یورو نیست که اینها برن دارو بخرن بیارن، دیگه برای دارو هم یورو نیست. خب کشوری که من به این آیان، به این مفسرهای نمیگم، خودشونو مورد مشاوره قرار بدن وقتی بحثای اقتصادی میکنند، خزانه خالی است. آیه بهوان، پول وجود نداره. حتی اینها اگر طلا هم داشته باشن، این طلا رو الان در بازارهای جهانی به یورو و دلار تبدیل کردن به این راحتی نیست. خفت اینا رو گرفتند، ماموران پولشویی اینا رو جلوشون رو گرفتند، جلوی صادرات اینها که بره در بازارهای جهانی فروخته بشه، بانک ها به اینها دلار و یورو بدند، ارزهای مربوط به کشورهای اروپایی، استرالیا و غیر کانادا رو بدند، خابیده. کشوری که ارز نداره، شما اینا میتونید مقایسه بکنید که اینها در زمان صفویه در اصفهان محاصره شدند، حالا کل ایران ممکنه مال صفویه بوده، ولی اصفهان محاصره شده است، شاهنشین اینها محاصره شده بوده از طرف نادر افغان، تا اینکه ببرند بیان به پای نادر افغان بیفته. اوضاع اینطوره، ایران رو محاصره کردند. جنگ اقتصادی که اینها گفته بودن جنگ هیبریدی میکنیم با اینها، جنگ نخگاهه میکنیم. قاسم سلیمانی که میخواست بره جنگ نابتقارن بکنه کشته شده. خاورمیانه یکی بعد از دیگری داره سقوط میکنه. جنگ نابتقارن اینا باخته، فقط تهدیدهای تسلیحات اتمی دارن. به امروز هم، دیروز هم، همین هفته هم الان کنگره میخواد اینا رو برای طولانی مدت اینها رو در واقع تمدید نکنه، معافیت های تسلیحاتی اینها رو، هسته اینها رو، یعنی برای دراز مدت میخواد اینها رو تحریم بکنه. خب بنابراین این اوضاع شکست اقتصادی در این جنگ اقتصادی، دولت ایران، رژیم جمهوری اسلامی مغلوب شده، مغلوب آمریکا شده دیگه، بقیه دارن صورتشون رو. تازه اون زمانی که روسیه و آلمان شرقی که سقوط کرده بود، یک مارک آلمان شرقی رو شما نمیتونستی اصلا با از لحاظ قانونی برابر بود حدودن، ولی شما اگر 20 مارک میدادی یه مارک آلمان غربی نمیتونستی بگیری در یک دورانی. اصلا شده بود یه چیز بیارزش کاغذی شده بود آلمان شرقی، تازه اون سرگل کشورهای شرقی بود، اروپای شرقی بود دیگه، پول رومانی و آلبانی و غیر و غیر، خود شوروی پولش، روبلش ارزشی نداشت، محاصره شده بود از سوی جهان غرب، اون شورویش محاصره شده بود، بازارهاش شکست خورده بود. شکست اقتصادی ایران، رژیم جمهوری اسلامی شکست خورده از لحاظ اقتصادی. پول در دستگاه اینها وجود نداره، پول
ایرانی وجود داره، ولی تومن رو میخوان کجا آب بکنند؟ پول دارن به اندازه کافی 2500 تریلیون تومان پول دارند، به زودی 3200 تریلیون تومان پول دارند. خب این پول به درد اینا نمیخوره، به درد خرید و فروش و بازارهای جهانی و منطقه‌ای دیگه نمیخوره. بنابراین کسی که پول اروپایی و پولهای حتی منطقه هم به تدریج دیگه ندارند، فقط با همون تومان، اون پول تومان ارزشی دیگه نداره. این وضعیتی هست که باید اینو مفسران اقتصادی، تحلیلگران دیگر، به هر حال کسانی که در رشته‌های دیگه کار میکنن، عمق این توضیحات رو که عرض کردم رو به هر حال پی ببرن بهش. جناب آقای بهوان، من کاملا حق با شماست، اما ببین درون خودش یک داره یه شکلشو تغییر میده ظاهرا. حالا این فشار بیرونه، فشار درونه، این داره. ببین الان یه نامه‌ای بیانیه جمعی از وکلای دادگستری خطاب به روحانی، پاسخگوی عملکرد خود باشه. خب این نامه‌ای که امضا کردن یه درو، اما بله، با پوزش از دوستان به خاطر این اختلالی که پدید اومد، امیدوارم که چیزی رو زیادی رو از دست نداده باشید. عرض میکردم خدمتتون که همین الان مثلا یه نامه رو یه دی از نمیم وکلا نوشتن، در حالی که پیداست از اونجایی که اسامی این امضا کننده ها زیر این نامه نیومده، خب معلومه که اینو یه دوی آدم های خاص خودشون نوشتن، چرا که اصلا از فساد دستگاه قضایی، اصلا به موضوع مسائل همین بنیگاه قضایی کشور اشاره نشده، ولی نوک حملهش به سمت روحانیه. و بذار من بتونم اینو پیدا بکنم. خوبه یه تیکه شروع دقیقا بخون. مگر نه اینکه طبق اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بند نهمش میگه ایجاد نظام اداری صحیح، بند ده پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تأمین بیمه، بند دوازده تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد، بند چهارده به کار گیرد. امضا کنندگان این بیانیه نوشتن، پرسش روشن این است که این حجم حیرت انگیز از فساد لجام گسیخته در عرصه اقتصاد ایران، هم از حوزه خصوص سازی ها و شاخه های مختلف صنعت، معدن، تجارت که مورد اذعان رسمی مقامات کشوری است و مبارزه با فساد را به سرفصل مشترک شعارهای مقامات تبدیل کرده است، چه تطابقی با جامعه آرمانی تصویر شده در سیمای قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. وضعیت نیشکر هفت‌تپه، تخلفات خودروسازان، واگذاری های کشت و صنعت مغان، تراکتورسازی تبریز و هبکوی عراق تنها مشت های نمونه خروارند که حکایت از تضییع حقوق ملت دارد. خب این یه ماجراست که دعوایی است که
در حقیقت علیه روحانی را افتاده. چیه ماجرا واقعا؟ اینا به کجا میبرند این بازی رو؟ قوه مجریه اگر در میزان فساد و جنایت قالیباف رو در شهرداری تهران و کل دزدی هایی که او در عنوان فرد نزدیک یک سردار سپاه در این سالهای اخیر کرد، حتی قبل از شهرداری تهران کرد، که پرونده هاش یکی بعد از دیگری داره میاد، اگرچه خود روحانی و برادرش و اینا برادرش خودش ملکی که داره، خانه‌ای که داره، دزدی هایی که میگند، همه اینها درش دست داشتن، ولی فسادی که در قوه قضاییه بود که الان دیگه همه چیزش رو دیگه دارن در میارن، که خود رئیسی در این فسادها افراد نزدیکش که کنار او بودن، پدر همسرش که در امام رضا رو داره، که الان میاد این جمعیت هایی مثل امداد امام علی رو میگیرن که یک برحال انسانهای زحمتکش اینجا دارن به کودکان کمک میکنن، اینا میخوان به نام خودشون امداد امام رضا رو بیارن، این رو هم میخوان نوع فاسدش رو، تاولی فاسدش رو میخوان بیارن، بگن که از موقعیت چنین چیزای استفاده بکنن به نام خودشون. قوه قضاییه که به مراتب ما میبینیم که فسادش رو خودشون دارن الان میگن که داریم در میاریم، اون هم که قوه مقننه است که گفتم فسادش سر به تمام بسیاری از به هر حال نمایندگان اینها فاسدند، همه جز دزدی ها و میلیاردی داشتن نمایندگان مجلس. خب چی چیزی میمونه؟ میان میخوام بگن که دولت قوه مجریه فاسده، تازه نهایتش هم بیان فسادش رو بیان در بیارن، باز میشه مثل اون دوتا قوه ای که الان روش نشستند. اگه بخوام بگن که اینا مدیریت ندارن، کاردانی ندارن، که خودشون میگن مردم ایران کاملا دیدن که قوه قضاییه چقدر به هر حال فساد داشت، چقدر رشوه و دزدی و اخلال و همه چیز درش بود، قانون مجلس رو هم که دیدند. بنابراین مردم ایران فریب اینها رو چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات آینده یک دولت جدید، حالا بیان جلیلی رو بیارن به فرض، یا بیان اون جوان 40 خورده ای ساله حمید وزیرپاش رو که میگن دولتی مکتبی، دولت جوان مکتبی و نمیدونم انقلابی میخواد بیاد رو کار، فرض بگیرید مثلا بیان یه همچی کسی رو بیارن، یا بچرخن دوباره خود این قالیباف رو بیارن و مجلس چیز قوه مجریه رو به دست این بدند. هیچ منبعی، هیچ مدیریتی، هیچ سامانهی، هیچ شیرازهی در کار اینها در هیچ یک از این قوه ها وجود نداره، و مهم همینه که مردم اینو دیدند، به این رسیدند. جامعه آگاه به ایران ممکنه هنوز یک چند میلیونی باشن که به گونه ای در سیستم مؤتلفه و یک سری از افراد اینها، بسیجی ها، پای به هر حال دمدسکای به فرض بعضی از ادارات اینها، گول و فریب اینها رو بخورند. شما ببینید همین دو سه روز اخیر یک نواری از آقای منوشهر بختیاری که در زمانی که زیر فشار بوده، که در زندان و فشار و جریان و دوران قاسم سلیمانی که اون همه فشار اعمال کردن، ازش آوردن که عکس قاسم سلیمانی رو داره میگه که این دوست من بوده، امروز یک نوار دیگری از آقای منوشهر بختیاری در اومده که به من زیر فشار بردند توی خیابان و از من زیر فشار این کارا رو گرفتند، من تا زنده هستم اعلام میکنم که قاسم سلیمانی جنایتکار بود و نوار بعدیش در اومده، همین امروز غروب در اومده آقای بهبهانی، میگه من تا زنده هستم این چیزایی رو که علیه من پخش کردند باور نکنید مردم، من اعلام میکنم که قاسم سلیمانی جنایتکار و بزرگ بود، این یک قصاب چی و چی بود و من رو به زور آوردن در خیابان. خب ببینید اون خانم جوانی به نام سهیلا حجاب رو میبرن در زندان غرشک برامین، او از درون زندان ببینید چه پیامی داده، پیام های این زندانیان سیاسی یکی بعد از دیگری، میزان جنایت هایی که در به هر حال این زندان ها اینا دارن اعمال میکنن، این زندانیان ما هر کدوم یه پدیده استثنایی نیستن، یک پدیده یگانه نیستن، اینا یک صفی از یک صف همبسته از مبارزان کشورن، تکرار شدنی هست،
اینقدر پشت اینها وایسادن دارن میان همینطور. جامعه ایران اینا فکر میکنن این 3000 کودکی که الان سرپرستشون همین جمعیت به هر حال درست کار و نیکنهادی بوده که این کودکان رو داشت قضا میداد، کمک میکرد، ایده از اینا بزرگ شده بودن، دبیرستان رو تموم کردن، دانشگاه رفتن، الان اینا بی سرپرست موندن. انسانهای شریفی مثل همون به هر حال که الان اسمشو گفتم میمندی نژاد، خب این 20 سال این انسان زحمت کشید، پولی داشتن، امکاناتی داشتن، گذاشت در این راه خدمت بکنه به مردم. در جامعه ما هنوز انسانیت زنده است. خب اون کودکان و اون جوانان دبیرستانی و مدرسه‌ای و دانشگاهی که حمایت ندارن، تک تک اونها به فعالان و انقلابیونی تبدیل خواهند شد که خواهان در راه براندازی این رژیم فعالانه بدن کار خواهند کرد. این صرف تکرار شده نیست. این کارخانه ها، این آموزگاران، اینها کاری نمیتونن بکنن. آقای بهبانی، ماجرا اونقدر به اعماق رسیده که دیگه نجات اینها، ما میدونیم که اینها میدونن، حالا قوه مجریه اینا بیان یک کابینه جدید بیارن. به فرض این کابینه جدید میخواد تو این اوضاعی جامعه، این وضعیت اقتصاد، این وضعیت پول و وضعیت بانک ها، اون وضعیت کسری بودجه، کی میخواد بیاد اینو مدیریت بکنه؟ این مجلسیان اینها رو ببینید، یکی بی سوادتر از دیگریه. خود اون یارو اون بابا اون بالا نشسته، سرداری که هیچ جا معلوم نیست چه درسی خونده که رئیس مجلس یک کشور 83 میلیونی شده. اون عرض به تشخیص نمیده. خب این آدم ها میخوان بیارن، یه سری افرادی که در کمیسیون ها اینا نشستن، حرف که میزنن آدم حیران میمونه که اینا دارن راجع به چی صحبت میکنند، نمایندگان اینها. خب اون مجلس با این قوه قضاییه، بعد میخوام بیان یه قوه مجریه از ذهن معیوب بیمار علی خامنه ای و اون حقانی و کی و کی، اونها وحید حقانیان و اینها، علی ولایتی و که همه فرزندانشون دزد، خودشون دزد، بیمار، از امروز تا دو روز دیگر همه چیز اینها، سیستم فکری اینها در حال تغییر هست. خب اینا میخوام بیان یک رئیس جمهور جدید بیارن. خب این ادعاها رو مردم میشناسن که اینا هیچ چیز از ادعاهای پوش اینها در نمیاد. آقای بهبانی اینا مردم دیدند و در انتخابات ریاست جمهوری جواب دندان شکنی در چند ماه دیگر به اینها خواهند داد. خب حالا که بحث رو به اینجا رسوندی، ببینیم تحلیل سیاسی شما چیست آقای سلیمی، بشنویم تحلیل شما. من علاقمند هستم که امشب راجع به زندان سیاسی صحبت بکنم. جناب آقای بهبانی، همزمان که این رژیم به هر حال فساد این رژیم، جنایت های این رژیم، دزدی های این رژیم در میاد، بر اساس به هر حال این چیز قدرت عمل و عکس العمل، اینها فقط یک راه براشون مونده. اینها اون ذهن های معیوب اینها، اون سردار نجات و کی و کی میان میشنوند به فرض که مثلا ایران اینطوره، سازمان های مردم نهاد، سمن ها و مردم خودشون دارن به داد خودشون میرسن. در دوران کرونا ما دیدیم واقعا صدها نهاد مردمی کوشش کردن در نظافت، در رساندن امکانات، پول، غمخواری شخصی، درونی، سعی کردن بخشی از این وظایف خودشون رو خودشون در دست بگیرند. خب فعالان خارج کشوری یکی از بلندگوهای در واقع بازتاب دهنده نقش مردم برای مردم بودند و اینا اینطور هم نیستن که الان یه امام علی رو اینا از بین بردن. صدها قانون دیگر در درون مردم هستن، اینها برای حل مشکلات خود مردم به وجود میاند و اینها نمیتونن این صدها و این هزاران رو، اینها هر چقدر این ور سرکوب بکنن، در درون شورای شهرها اینها باز همین نیروها میرن اونجا رو میگیرند. اگر صدای ماها رو میشنوند، اگر صدای رسانه های آزاد رو میشنوند، باید اینو ببینند، بدونند که سرکوب مردم، چند تا نهاد رو سرکوب کردن و تصفیه کردن و رئیس اونو گرفتن و اینها قادر نیستن این سیستم در واقع حرکت پایین، حرکت مردم رو از درون، از قاعده جامعه رو اینها قادر نیستن. هر چقدر اینها زندانی بگیرن، ببرن در فشافوی غرچک برامین،
قبلا در این زندان اون زندان، زندانهای مخوف شهرستانهای کشور ببرن اونجا، بیشتر این صدای اعتراض و اون چه که الان امروز ببینید چگونه از درون زندانها همه چیز میاد، نوارها بیاد بیرون. اینا چی رو داره نشون میده؟ اینا داره نشون میده که حتی اینا درون اون زندانها رو هم زیر کنترل نمیتونن داشته باشن. مسائل درون زندان به راحتی بیرون میاد. خب آقای نوریزاد از درون زندان تعقیب فاسد و جنایتکار رو افشا میکنه. خانم سهیلا حجاب از درون زندان برچه که براوین گزارشی داده که تکان دهنده است. او یک نفر نیست، او صدها و هزاران نفره. اینکه اینها فکر بکنن که چون چاره ای برای اینا نمونده، اینها الان دارن فعلا دارن سرکوب میکنن، ولی در اوضاعی که برای اقتصادی که اینا تنگ، محاصره اینها داره تنگتر میشه، مبارزه هزاران انسان دیگر اومدن به میدان، اینها با صفی از مبارزانی که جوان و پیر و کارمند و معلم و کارگر و اینها روبرو هستن، چقدر رو میخوان بگیرن؟ حرف اون آقای محمد مهدوی فر که میگه یک طغیانی در راه هست که دیگه مثل اعتراض 100 شهر و 111 شهر نیست، یک سیل بنیان برکن هست. من معتقدم که آقای بهمانی یک سیلی هست، یک طغیانی هست که داره حرکت میکنه. آزادی، مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، همچنان که در هر رژیمی، در بسیاری از رژیم ها ادعی میگن اینا تا آخرین پایگاه های اینها، پادگان های اینا، مراکز امنیتی اینا نشکنه، اینا زندانیان آزاد نمی کنن. من اینطور نمی بینم. معتقدم که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همچنان که در زمان آپارتاید، مقایسه هم نمی کنم، من از درون خود اینها میگم، هر رژیمی یک روز به سمت فروپاشی میره. اگر اینها امروز خودشون ها را دارن میگیرن، محاکمه میکنن، جنایتکارانی که عزیزانشون هستن، رفیقانشون هستن، همپیمانانشان بودن، یکی بعد از دیگری دارن محاکمه میکنن، در زندان میندازن یا میذارن که اونا خودشون خودشون رو بکشن، یا یکی فرار میکنه در رومانی کشته میشه، این به یک موج بزرگ تبدیل خواهد شد. این شروع شده، ولی این انواع چه دستگیری ها در اونجا و چه در بعد از یه مدتی خودشون میگیرن، یه مدتی این آوار ارقام رو میدن، مردم میگیرن، مردم حمله میکنن، حمله ور میشن، اموال اونها رو، وسایل اونها رو میگیرن، اینا امام علی رو میگیرن، رهبرانشون رو میگیرن، میبرن زندان، مردم حمله میکنن، کاخا و بناها و بانک ها اینها رو خواهند گرفت. توصیه میکنم هیچ جا رو تخریب نباید بکنیم، همه چیز ثروت ماست، هیچ جا رو نباید آتش زد. حمله به مراکز بسیج و کمیته ها و اینها نباید با آتش سوزی ها همراه باشه. حمله بکنن، بگیرن، بردارن، تسخیر بکنن. این به زودی خواهد شد آقای بهبانی. حمله زحمت کشانی که جل و پلاس اینها در خیابان ها ریخته شده، در کاروانسراهای قدیمی، در مخروبه ها ریخته شده، این وسایل زندگی اونها، فرزندانی که دیگه این ور اون ور توی مخروبه ها دارن زندگی میکنن، 25 تا 30 میلیون حاشیه نشینی که یه روز میگن توی گور، یه روز میگن توی کانکس، یه روز میگن توی بیابان ها، واقعا توی کارتون و حلبی و غیر و غیر، این 25 میلیون واقعی است تا 30 میلیون جل و پلاس مردم توی خیابان ها ریخته شده، در ماشین های کهنه، در جاهای مختلف شهر گزارش ها هست، ویدیوها هست. اینها این وسایل رو برمیدارن، میبرن توی کاخهای اینها، توی خانه های اینها میذارن و دیگه اینا نمیتونن کنترل بکنن. اگه اینا دارن محاکمه میکنن، از ترس خشم مردم هست. آقای بهبانی، زندان ها، آزادی زندانیان سیاسی شعاری است محوری، یک پروژه بسیار مهم سیاسی. عزیزانی که دکتر نقره‌کار، آقای بهروز ستوده، آقای حسن اعتمادی و همه اون صدها و هزارانی که از میهن، تلویزیون میهن، آقای تمام این زنان و مردان و مبارزی که کار کردند، اینها، آقای مهدی کوهستانی، کی کی کی، همه این کسانی که کوشش کردند در این
سالها در خارج از کشور در همین تلویزیون شما بارها مسئله دفاع از زندانیان سیاسی پیش رفت. خود جناب عالی بارها کسانی را دعوت کرده در این زمینه. این مبارزه در حال پیشرفتن است آقای بهوانی. در زندانهای ایران وقتی که خانم سهیلا حجاب میاد صحبت میکنه، بلافاصله بعد آقای رضا پهلوی پیام میده در رابطه با پیام خانم سهیلا حجاب، از اون گزارش تکان دهنده ای که در اونجا هست، من توصیه من اینه که این مبارزه را باید یک مبارزه گسترده تبدیل کنیم. همه خانواده های سیاسی ایران، احزابشون، سازمان های حقوق بشری، مردم نهادشون، در دادگاه ها، در امکاناتی که آقای دوست عزیز ما آقای ایرج مستاقی داره حمایت میکنه از زندانیان سیاسی، داره هم حرکت میکنه در رابطه با دادگاهی کردن محاکمه اینها، تمام این مبارزات رو باید کوشش بکنیم هرچه گسترده ترش کنیم، حمایت بکنیم از کنشگران، از انسانهایی که جلو وایستادن در این رژیم رسوا شده در هم ریخته رو دارن سنگر به سنگر دارن دنبال میکنن. حمایت بکنیم از مبارزان ما، از کنشگران ما که دارن از زندان، از مبارزان داخل زندانهای ایران دارن حمایت میکنند. این مبارزه یک پروژه سیاسی است که قدرت خواهد گرفت، همه را متحد خواهد کرد، همه خانواده های سیاسی رو. از درون زندان اون خانم پیام میده، میگه اختلافاتتون رو کنار بذارید، خانم سهیلا حجاب پیامی تکان دهنده برای مبارزان داخل و خارج میده. آقای بهوانی گوش ما رو به آوای دلنشین بسیار بسیار قوی، قدرتمند، یک زن، یک شیرزن، یک زن دلاور آزادی خواه بسپاریم. پیام او پیامیست، پیام آقای مهدوی فر پیامیست که به زودی در جامعه ایران میلیون ها انسان این رو به هر حال خواهند گفت و این تکرار خواهد شد. آقای بهوانی، آزادی زندانیان سیاسی امروز باید این پروژه سیاسی هرچه بیشتر، اون چه که آقای ایرج مستاقی هم برای محاکمه و سنگر به سنگر دنبال کردن اینها، این پروژه ها رو ما میتونیم نیرو ببخشیم هرچه بیشتر در این راه کوشا باشیم. آقای بهوانی عزیز، صدایتون رو ندارم عزیز. بله، ولی باید این در داخل بایستی شروع شه و این حرکت ها ما شاهد بودیم که هر بار که در داخل یه حرکتی صورت میگیره میبینی با چه سرعتی این ور یهو قیام میکنه. من به شخص عقیده دارم که بایستی که هر دو با هم دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را کنیم آباد. من به اکسیون باور دارم و معتقدم که این اکسیون ها عمل میکنه و ما از طریق اکسیون میتونیم پیروز بشیم، ولو اکسیون یه نفره باشه، دو نفره باشه. من این رو با چشم خودم تو آمریکا میبینم، هر روز میبینم، از هر کوچه و محلی که گذر میکنی، اداره ای جایی باشه، میبینی یه چند نفری، یه نفری، دو نفری، ده نفری ایستاده، یه پیکت گرفته دستش، پیکتینگ میگن، یه شعاری روش نوشته، خواستش رو درخواست میکنه. این از اون پایین باید شروع بشه، حرکت کنه، به سمت بالا بره. در مورد تخریب حق با شما، 100% نباید هیچ چیز رو تخریب کرد. همه اینا ثروت ملی متعلق به همگان است، ملک شخصی من و دیگری نیست، این متعلق به مردمه، متعلق به میهنه، نمیشه اینا رو تخریب کرد. به هر حال از شما سپاسگزارم، از همه مهرت، از اینکه این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه، برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمندت آرزوی بهترین میکنم و بازم پوزش میخوام از این وقفه‌ای که در پخش برنامه در میانه راه اتفاق افتاد. از همه پوزش میخوام، برای خصوص از شما جناب سلیمی نازنین، ممنون از همه مهر. با سپاس از شما، تشکر، با این کوشش های خستگی ناپذیر شما، قربان، مرسی عزیزم.
به حال شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو، امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت استفاده کنن. اپلیکیشن میهن رو دانلود کنید، کمکتون میکنه. یه نکته هم در مورد این پخش ساتلایت بگم. یه دوستی از ایران نوشته بود که کشف کردم دوستانی که برنامه من و توی HD رو روی رسیورشون دارن، همون مشخصات فقط کافیست که اون رو از تلویزیون به رادیو تبدیل کنی، صدای ما رو خواهی شنید. به حال اینم یه دوستی از ایران فرستاده بود. از همه شما ممنون. اپلیکیشن یادت نره، شبکه های اجتماعی رو حتما سابسکرایب کنید، مشترک بشید، لینک ها رو حتما لایک کنید و شیر کنید. از حمایت مالی هم ما رو محروم نکن. ممنون از شما.